شاید هیچ شهری در ایران مثل اصفهان این شانس را نداشته که هزار جلوه زندگی در آن در قاب عکس جاودانه شود. اصفهان اما بختیارش بود که ارنست هولتسر درست در بزنگاه تاریخ و درست در لحظه‌ای که همه چیز در حال دگرگونی بود از راه رسید و اصفهان اواخر سده 19 را روی شیشه‌های عکاسیش جاودانه کرد. هولتسر در 1835 میلادی در آلمان زاده شد. در 28 سالگی به استخدام دولت انگلستان درآمد و راهی ایران شد تا بر سیمکشی خطوط تلگراف نظارت کند و این فن را در مدرسه دارالفنون به شاگردان ایرانی یاد دهد. کمی بعد دفاتر تلگراف در شهرهای بزرگ چون تهران، اصفهان و شیراز تأسیس شدند و هولتسر مأمور کار در دفتر اصفهان شد. مأموریت او در ایران 5 سالی طول کشید. اما وقتی تمام شد و لحظه بازگشت فرا رسید، پای رفتن نداشت. گویی در جذبه شهری که هنوز جلوه‌های بسیار از نصف جهان را در خود داشت، گرفتار شده بود. به توصیه اسقف اعظم جلفا که می گفت از میان زیبارویان ارمنی زنی برای خود بگیر، با مریم حق نظر ازدواج کرد و در اصفهان ماندگار شد. مثل خیلی دیگر از اروپاییانی که به ایران آمدند، هولتسر هم می‌خواست دیده‌ها و شنیده‌های خود را ثبت و ضبط کند. اما دنبال کاری نوآورانه بود. می‌گفت اروپاییان زیادی درباره اصفهان کتاب نوشته‌اند و خیره‌سری است که من بخواهم کتاب دیگری در این باره منتشر کنم. باید که موضوع را به شکل دیگری مورد مطالعه قرار دهم. در اوایل دهه 1870 به آلمان رفت و ضمن فرا گرفتن فن عکاسی، دوربین و دیگر ابزارهای لازم را با خود به ایران آورد تا عکس گرفتن را جایگزین نوشتن کند. در یادداشت‌هایش می‌گوید ایران و اصفهان در آستانه یک تحول فرهنگی قرار گرفتند. بسیاری از عوامل بیگانه و اغلب اروپایی در این کشور نفوذ کردند. امارات کهن، عادات و آداب و حتی طرز لباس پوشیدن تدریجاً از بین می روند. به گونه ای که تا چند سال دیگر نشانی از آنچه شاردن و تاورنیه توصیف کرده اند بر جای نمی ماند. او به مدت حدود 20 سال تا زمانی که از تلگراف خانه جلفا بازنشسته شد، هرگاه که فراغتی پیدا می کرد، دوربینش را بر می داشت و به کوچه و خیابان می زد، تا از آثار و ابنیه و از زندگی و کسب و کار مردم عکس بگیرد. خیلی جاهایی که او از آنها عکس گرفته دیگر وجود ندارند. مثل عمارت نمکدان، مثل کاخ هفت دست و مثل کاخ آینه خانه. اینها بناهای سلطنتی صفویه بودند که چند سالی پس از عکاسی هولتسر با خاک یکسان شدند. یا مثلا قلعه باستانی تبرک که برج و بارویش تا حدود سال 1941 در حوالی خیابان نشاط اصفهان باقی بود و بعد به کلی ویران شد. Thank you.
علاقه ویژه هولتسر به مردم نگاری بود. عکس های او از مشاغل مختلف آن دوره و شکل و شمایل صاحبانشان گنجینه کمانند یا شاید بیمانندی است از تاریخ اجتماعی ایران در اواخر سده 19 میلادی. در اصفهان دکان و کارگاهی نبود که هولتسر به آن سرک نکشیده باشد. گاه در فصل هندوانه و خربزه به مغازه میوه فروشی می رفت. گاه به دکان شیرینی پزی سر می زد. گاه سراغ دکان نانوایی را می گرفت. گاه از بازار زرگرها سر در می آورد و گاه همنشین پنبه‌زنها می شد. گاه نیز به بیرون شهر می رفت تا کشاورزان اصفهانی را از قلم نینداخته باشد. معمولاً صاحبان مشاغل را به صف می کرد تا عکسی جداگانه از آنها بگیرد. بدینسان بود که دلاکان حمام، بازرگانان، صرافان، ملاها و حتی شش استاد بنایی که خانه جدید او در جلفا را ساخته بودند، مقابل دوربینش به خط می شدند، تا ژستی بگیرند و عکسی بیندازند. علاوه بر مشاغل، زندگی روزمره مردم هم از دید دوربین هولتسر پنهان نمی ماند. او همه جا حاضر بود. در مراسم عروسی در کاخ چهل ستون. در تکیهی که در آن تعزیه می خواندند. میان شاگردان قد و نیم قد مکتب خانه و حتی در مجلس روزخانی زنانه. تقریبا در به خانه همه اهالی شهر به رویش باز بود. از جمله خانه زل و سلطان، فرزند ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان که شکارچی قهاری بود. دیوارهای خانه او شکل و شمایل عجیبی داشت و در یکی از استبلهایش فیلی را نگهداری می کردند. هولتسر حتی وقتی شبانگاه برف می بارید، صبح زود به کوچه می زد تا صحنه پارو کردن برف و ریختن آن در یخچال را از دست ندهد. بخشی از عکس‌های هولتسر بیننده را شگفت زده می کند. او چگونه توانسته به عنوان یک اروپایی مسیحی از زنان اصفهانی آن هم با روی باز عکس بگیرد؟ اینها اگرچه زنان نوازنده بودند و انداختن عکسشان به سختی عکاسی از زنان پرده نشین نبود، اما باید اذعان کرد که مهارت‌های ارتباطی هولتسر دست کمی از عکاسیش نداشت و می توانست به خصوصی ترین زوایای زندگی اصفهانی ها راه پیدا کند. خانه هولتسر در جلفا بود. خانه زیبا، میان باغی بزرگ و با معماری متمایز از دیگر خانه های اصفهان. خانه‌ای که میشد از پنجره بالا خانه‌اش منظره زیبایی از محله ارمنی نشین جلفا را تماشا کرد. پس عجیب نیست که بخش زیادی از عکس های او از این محله باشد و از همکیشان مسیحیش. هولتسر علاوه بر عکس هایی که از مناظر جلفا گرفته، به درون کلیساها رفته و از آیین‌های مذهبی، کشیشان ارمنی و از همه جالبتر از راهبه‌ها نیز عکس‌هایی را فراهم آورده است. عکس‌های او از خانواده‌های ارمنی، خصوصاً پوشش و طرز آرایش زنان و نیز مراسم عروسی ارمنیان جلفا در زمره بهترین اسناد تصویری قرار می‌گیرند که از این اقلیت مذهبی در دوره قاجار به جا مانده است.
ارنست هولتسر در سال 1911 میلادی در 76 سالگی درگذشت و در گورستان ارامنه جلفا به خاک سپرده شد. او بیش از 3000 قطع عکس از ایران دوره قاجار و خصوصاً از اصفهان انداخت که تنها یک سوم آنها باقی مانده است.